نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد. سلام، در اولین روز سال جدید عرض تبریک بنده و همه همکارانم رو در گروه جم پذیرا باشید. با ما همراه باشید با ورزش 92. خوش اومدید به ورزش 92. مروری خواهیم داشت بر رویدادهای ورزشی دنیا در سالی که گذشت. اولین قسمت از این مجموعه برنامه اختصاص داره به اخبار، اتفاقات و حواشی ورزشی ایران و جهان در فروردین ماه 1392. روزهای آغازین سال 1392 همراه بود با اردوی تیم ملی فوتبال ایران. در اون زمان برای بچه‌های تیم ملی که خودشون رو برای دیدار با کویت در سری رقابت‌های مقدماتی جام جهانی آماده می‌کردند، لحظه تحویل سال نو رو هم در واقع در اردوی تیم ملی گذروندند. تیم ملی روز ششم فروردین ماه به مصاف کویت رفت و در خونه حریف تونست یک تساوی 1-1 با ارزش رو کسب کنه. با هم لحظاتی از اون بازی رو خواهیم. نکنم، فرصت برای شوت زنی داریم. حالا جباری میاد تا ضربه رو بزنه، ولی بلافاصله بازیکن کویتی کنترل میکنه و نمیذارن مشتبه شوتش رو به خوبی بزنه. آبی پوشان کویت در مقابل سفید پوشان ایران عرض کردن مسابقه از رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا برگزار میشه که در سال 2015 باید در کشور استرالیا مرحله نهاییش برگزار بشه. اینجا هم تیما فرصت داره برای گل، حتی ببینیم چه کار میکنه. اشکان دژاگه یه اشتباه دروازه بود، فرصت داره ایران به تیر دروازه، حالا ضربه و توی دروازه، گله، گل، بله گل، گل برای تیم ایران. اشتباه خط دفاعی کویت باعث شد بچه‌ها به گل برسن و گل قشنگی میزنه مسئول شجاعی. اصرار بچه‌ها به اینکه توپو صاحب بشن و نذارن توپ در اختیار کویتی‌ها قرار بگیره باعث شد تا تیم ما به این گل دست پیدا بکنه و این بازیکن با تکنیک آبادانی فوتبال ایران ضربه رو میزنه. نگاه کنیم، دژاگه خیلی خوب حرکت کرد، دروازه‌بان با بازیکنشون تعارف کردن، بعد ضربه قوچان نژاد به تیر دروازه خورد، شجاعی ضربه رو زد و بدین ترتیب دروازه باز شد. تور نلرزید ولی دروازه باز شد. فرصت دوباره هست برای تیم حالا ببینیم تو یه ذره کویتی ها تعدادشون بیشتر میشه، ضربه هم زده میشه و ثمری نداره. ضربه که جواد نکونام به عنوان کاپیتان تیم ملی ایران به توپ زد. بازی چندان گرم و پرهیجانی رو ندیدیم، اما خب تا اینجا نتیجه خوبی برای تیم ایران داشته. بازی که میتونه یک تدارک جدی برای سگانه حساسمون در خرداد ماه باشه. اول با قطر باید بازی بکنیم، بعد با لبنان، سپس با کره جنوبی. سه بازی در طی تقریبا دو هفته که سرنوشت ایران در جام جهانی رو مشخص خواهد کرد. ببینیم نظر داور کره ای پنالتی هست یا نه. بله پنالتی، پنالتی برای کویت. 11 متر فاصله توپ از خط دروازه است. داور کره ای اجازه میده که ضربه رو بزنن و توی دروازه قرار میگیره. دروازه ما باز میشه توی این بازی. ایران 1-1. یه فرصت دیگه برای تیم ایران، همونطور که در نیمه اول در آخرین دقایق به گل رسیدیم، اینجا هم شاید همونطور بشه. فرصت هست برای ضربه بچه های ما. دروازه‌بان کویت توپو کنترل میکنه و نمیذاره که
ضربه سر به ما برسه. تیم ملی امید ایران هم که در اون مقطع زیر نظر علیرضا منصوریان کار میکرد، در روزهای ابتدایی سال 1392 برای شرکت در تورنمنت چهار جانبه در قطر به سر میبرد. جوانان زیر 22 سال ایران در اولین دیدار مراکش رو با یک گل شکست دادند، 2-1 از سد قطر میزبان گذشتند و در سومین دیدار خودشون تیم ملی امید ترکیه رو 3-2 مغلوب کردند تا موفق به کسب مقام قهرمانی در تورنمنت چهار جانبه قطر بشن. شما با ورزش 92 همراه هستید. در ادامه مرور اخبار و اتفاقات فروردین ماه به کشتی میرسیم. ورزش اول کشور که در سال 92 روزهای تلخ و شیرین فراوانی رو به همراه داشت. هشتم فروردین ماه سید اکبر میرروشن و ابراهیم جوادی، دو نامزد ایرانی از میان نامزدهای انتخابات هیئت رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا حذف شدند. بدهی‌های مالی فدراسیون ایران به فیلا، عدم همکاری با فدراسیون جهانی کشتی و کمیته بین المللی المپیک و فعالیت‌های غیرقانونی فدراسیون کشتی ایران دلایل حذف میرروشن و جوادی از لیست کاندیداهای حضور در مجمع انتخابات هیئت رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا عنوان شده بودند. یازدهم فروردین ماه یک رکورد فوتبالی ثبت شد. لیونل مسی که در اون زمان بهترین بازیکن جهان هم به حساب می اومد در لالیگای اسپانیا گلزنی کرد تا اولین بازیکنی باشه که در 19 هفته متوالی به تمام تیم‌های لیگ فوتبال اسپانیا گل زده باشه. We're going out.
فوتبال داخل سالن و یا فوتسال ایران بار دیگه بر قله آسیا قرار گرفت. 12 فروردین ماه بود که تازه ترین رده بندی فوتسال جهان اعلام شد و تیم فوتسال کشورمون رده 7 جهان و اول آسیا رو از آن خودش کرد. فروردین ماه 92 برای وزنه‌برداری ایران هم پرحادثه بود. درگیری‌های داخلی در خانواده وزنه‌برداری بعد از رسانه‌ای شدن به تیتر اول روزنامه‌های اون زمان تبدیل شد. رقابت‌های فوتبال جام باشگاهی در اروپا و آسیا هم در این ماه پیگیری شد. در 21 روز از فروردین ماه 92 تیم‌های رئال مادرید اسپانیا و گالاتاسرای ترکیه در چارچوب لیگ قهرمانان اروپا به مسافه هم رفتند. در دور برگشت مرحله 1/4 نهایی گالاتاسرای موفق شد در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه 3-2 مقابل رئال مادرید به برتری برسه تا با وجود حذف از مسابقات شبی خاطره‌انگیز رو برای هواداران خودش رقم بزنه. Пяточка и три. Фантастический матч. А если бы Галатасарай не пропустил, скажи, что
اما لیگ قهرمانان آسیا هم در همون شب پیگیری شد. استقلال ایران که الهلال رو در ریاض برده بود در تهران برابر حریف عربستانی شکستی تلخ رو تجربه کرد. الهلال که یک سال قبل‌تر با همین نتیجه 1-0 تونسته بود پرسپولیس رو ببره، این بار استقلال رو هم پیش چشم 80,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی شکست داد. دوباره الهلال صاحب توپه. این بار شهرانی ضربه رو میزنه به سمت دروازه و مهدی رحمتی با خودش میده و توپ به کرنر میره. باسن فرصت برای یاران عربستانی در محوطه جریمه ضربه رو میزنن، خطرناک هم بود. یه بار دیگه بازیکن الهلال فرصت برای اونها ادامه داره. قحطانی در محوطه جریمه، یه اشتباه، فرصت برای تیم الهلال و توی دروازه. اشتباه مدافعان استقلال باعث میشه تا توپی دروازه جا بگیره. نگاه کنیم این ضربه که دیگه مهدی رحمتی هم اینقدر ضربه محکم زده میشه که نمیتونه کاری بکنه و در نهایت ضربه نوافل شاکر به تور دروازه استقلال میچسبه. مشتبه دوباره توپو میفرسته به روی دروازه، فرصت برای استقلال برای گل مساوی. ببینیم از این کورنر استقلالی ها چی میگیرن. یه ضربه سر عالی، حالا فرصت برای خسروی دری ضد حمله خطرناک الهلالی ها که البته حمودی کنترل میکنه. پرتاب بلند برای استقلال، یه فرصت خوب، یه ضربه سر از بالای دروازه. پس فرصت برای الهلال، شاکر نباید بذارن شوت بزنن، نباید بذارن شوت بزنن. حالا فرصت برای یاران الهلال و خطرناک که توپ بالای دروازه میره. بازم یه فرصت دیگه برای الهلال. خسرو هم بعضن شوتای جونداری زده، یه لحظه اگه توپ لو بره واقعا خطرناک میشن اونها. با 4-5 بازیکن دارن میان و استقلالی فقط یه دفاع در مقابلش دارن. فرصت برای الهلال خطرناکه و خوشبختانه توپو به بیرون میزنه. فرصت برای یاران الهلال، ضربه را از راه دور میزنن، خطرناک. حرکت خوب از یاران الهلال میبینیم به بیرون. فرصت برای یاران الهلال که توپ برمیگرده. مشتبه جباری کنترلش خوبه، برمیاد اونو به عقب. حالا یه سانت میتونه کارساز باشه. سانت انجام میشه، ضربه سانت. با رسیدن به آخرین روز فروردین ماه 92 به آخرین بخش از برنامه ورزش 92 هم رسیدیم. جودو و کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا توسط جواد محجوب جودوکار وزن 100 کیلوگرم. خب امیدواریم با مرور اتفاقات و حواشی ورزش در سالی که گذشت تونسته باشیم لحظات سرگرم کننده و دلنشینی رو برای شما عزیزان فراهم کرده باشیم. از شما ورزش دوستان گرامی دعوت میکنیم در ایام نوروز با ورزش 92 همراه باشید.
با عرض تبریک مجدد به مناسبت فرارسیدن سال جدید آرزوی تندرستی و شادکامی برای شما همراهان برنامه رو داریم تا فردا که مروری خواهیم داشت بر اخبار و حواشی ورزش ایران و جهان در اردیبهشت 92 شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. شاد و ورزشکار و ورزش دوست باشید.